در جنوب سیستان و بلوچستان مردم خیلی زود با دریا آشنا می شوند، درست مثل پرندگانی که می دانند نعمت دریا کجاست. یک علامت دریایی است، صیادیه. این جایی که ما اینا می بینیم تخمه اینا پیدا میکنه، ما اطراف اینا تور می ریدیم و بعد این جایی که اینا پیدا بشه الحمدلله صید خوب میشه. از 46 کشوری که در حاشیه اقیانوس هند هستند، صیادان بلوچ رتبه دوم صید را از آن کشورمان کردند، یعنی سالانه 200,000 تن، حتی به قیمت مواجه با دزدان دریایی و یا حضور 60 روزه در اقیانوس. مافی قلب غیر الله نور محمد صلی الله علیه اله. صید خوبی بوده، به سلامتی خدا شکر، به سلامتی رفتیم، به سلامتی برگشتیم اومدیم. البته حضورشان در آبهای آزاد به خاطر این است که پشتشان به کوه بند است، به خصوص که فقط سیستان و بلوچستان 25,000 صیاد در دل این اقیانوس دارد. ماهی، شیر، کد، حلوا، چمن، شوریده. 28 واحد کنسروسازی در سیستان و بلوچستان فعالند و البته نیاز کارخانجات تن ماهی کشور هم از اینجا تامین می شود. قطب تن ماهیان کشور استان سیستان و بلوچستان هست. ما هم اکنون از 120 کارخونه ای که تو کل کشور هست 70% ماهی این کارخونه از سیستان و بلوچستان تامین میشه. به خاطر صید خوب ماهی در اقیانوس برخی در کارخانجات تن ماهی مشغولند و برخی در صادرات. توی شرکت خیلی هم راضی هستیم، سر برج حقوق ما رو میده، کارش هم خوبه. تن ماهی رو برای مرز مهران برای کشور عراق ترانزیت میکنیم. مسافرانی که به بندر چابهار و کنارک سفر میکنند اگر اهل پخت و پز باشند سری به بازار ماهی میزنند. چابهار اومدیم دیگه ماهی نخوریم دیگه نمیشه، چون ماهی آب شوره مزهش خیلی خوب. در اغلب رستوران ها می توان سفارش ماهی تازه داد. من خیلی بود، ماهی شیر بردم، ماهی دیگه هم بردم. ماهی اینجا خیلی خوشمزه است. علائم تازگی ماهی را می شود به راحتی در انواع ماهیان بازار چابهار و کنارک یافت. اگر به چابهار اومدید حتما یکی از این آکاسیبا با خودتون همراه داشته باشین که ماهی چابهار